با تشکر از آقای عبدیان، از آقای رحیم رشیدی درخواست می‌کنیم به پودیوم بیان. رحیم رشیدی روزنامه‌نگار و عضو تجارتی بین‌المللی روزنامه‌نگاران و همچنین به نمایندگی از سازمان حقوق بشر کرد در آمریکا. لیدیز اند جنتلمن، رحیم رشیدی جورنالیست. درود بر همگی شما. در کلام نخست شایسته می دانم که از برگزار کنندگان تظاهرات امروز تشکر کنم و همچنان حمله ارتش عراق به کمپ اشرف را قویاً محکوم می کنیم، چون این عملکردی فقط از نظامیانی در می آید که با دموکراسی، با حقوق بشر و با یک سیستم دموکراسی در تناقض هستند. تجمع امروز ما در اینجا نشانگر این حقیقت و این واقعیت است که با تمام سرکوب‌های جمهوری اسلامی ایران که علیه آزادی‌خواهان کشور ما به کار گرفته است، ولی تجمع من نشان‌دهنده یک حقیقت است. علاقه‌مندی ما به ایران، دموکراسی و حقوق بشر برای ایران است و آنم با یک شعار: سرنگونی جمهوری اسلامی ایران در تمامیت خویش. ولی ما در اینجا تجمع کردیم که مخالفت عمیق خویش را با اعدام ابراز بداریم. پس ما قویاً حکم اعدام را محکوم میکنیم برای همه کس و برای همگان، چرا کن بر این باوریم که اعدام قتل عام و با تولید خشونت آگاهانه در جامعه است. پس شعار مرگ به هیچ کسی نمیدهیم، ولی خواستار تغییر عمیق به نفع آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران زمین. جمهوری اسلامی ایران در طول حاکمیت سیاه خویش با به کار گرفتن قتل عام و با کشتار زندانیان سیاسی، با قتل سیاسی در جامعه ایران، جمهوری اسلامی ایران در پشت پرده چنین عملکردهایی پروسه‌ای بسیار عمیق‌تر و بزرگتر را دنبال می‌کند. همان گونه که اشاره کردم، ایجاد رعب و وحشت و قدرتمندی خویش در جامعه، در حالی که این نشانه ذلیل بودن جمهوری اسلامی ایران و عدم پایگاه مردمی جمهوری اسلامی ایران در میان مردم ایران است و در میان ملیت‌های ایرانی است. چرا چون نظامی که متکی بر مشروعیت و رأی همگان و رأی مردم است، احتیاجی به زندانی سیاسی و اعدام انسان‌ها در ملای عام ندارد. دوستان، امروز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران نه دستگاه قضایی، بلکه عمیقاً دستگاه ضد قضایی. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با این ترفند که زندانیان را آزاد می کند، آنها را به قید وثیقه به سرادشوی خانواده هایشان می فرستد، یک ترفند را دنبال می کند و آن این که جمهوری اسلامی ایران دارای قانون و رعایت قانون و قانون مداری، در حالی که اصلا چنین نیست. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران چنان فاسد است که حتی صلاحیت دادگاهی کردن مجرمان را ندارد، که برسد به این که اعدام و اعدام سیاسی را در زندانیان و در فرزندان ملیت‌های ایران تحمیل کند. یکی از پیش شرط‌های یک جامعه دموکراتیک و یک دولت دموکراتیک استقلال قوه قضاییه. در حالی که رئیس قوه قضاییه فردی امنیتی و یک آخوند مرتجع که از سوی بالاترین مقام سیاسی دستگاه ارتجاعی جمهوری اسلامی ایران و از سوی ولی فقیه منتصب می شود، چون این دستگاهی فاقد صلاحیت اجرایی و قانونی در کشور ما. جمهوری اسلامی ایران در طول حاکمیت خویش با توجه به نسبت جمعیت 10 تا 12 میلیونی مردم کردستان ایران،
بیشترین کشتار را نسبت به مردم کردستان ایران و نسبت به ملیت‌های ایرانی ابراز داشت. ولی امروز ملیت‌های ایرانی نه به دنبال جدایی، در واقع به دنبال آزادی و آبادی ایران زمینند. ما می‌خواهیم اعلام بکنیم که با حفظ تفاوت‌های من، همچنان که امروز در کنار هم ایستاده‌ایم و در تقابل با حزب جمهوری اسلامی ایران، زنده باد ایرانی که برای همگان و دوست همگان است، زنده باد ایرانی که در آن تقسیم عادلانه قدرت و ثروت صورت می‌گیرد. سپاسگزارم. آزادی، 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 آزاد